بچه ها داشتیم در مورد کبیر صحبت میکردیم یا کدوما در مورد هر جون که کنداکتور در جریان شستی همین جان چون شما چیدی چون شما چیدی کنداکتور رو به نظرم شما کنداکتور بگو بحث بعدی من گوش میکنم نه با اشکال نداره شما بگو بحث بعدی من گوش میکنم میدونی چون من مستمعم آره خب من چی باید بگیم نه شما در جریان هر چی میخوای بپرسم من گوش میکنم خودت بپرس خودت جواب بده به نظرتون به کوه بریم یا به کویر شما نظرتون چی آرش سخنگو من با کوه بیشتر ارتباط برقرار کردم مهران کوه کویر شما کویر من بچه کویرم خب البته من کوه رو زیاد اجالتا دوست ندارم من یکی از عزیزترین آدم های زندگیم رو تو کوه از دست دادم تو کوه قله های کرکس احتمالا رفتی دیگه قله کرکس تو بهمنی که پارسال اومد 5 تا از عزیزان همشهری من کاشانی های عزیز از دست رفتن و اون دوست عزیز و رفیق شفیق من که واقعا جای برادر بزرگتر همیشه برای من بوده علی بهادری عزیز نفر آخری بود که پیدا شد به سختی پیدا شد و همیشه زنده است برای من بله زنده باشه آره کوه زیاد دوست ندارم چرا؟ به خاطر اینکه چون یکی توش از دست رفته عزیزترین هم بوده دیگه یکی از عزیزان من بوده بله نامرده بهمن اومده روش نامرده دیگه نه نگید مردونگی مال موقعیه که منو تو زورمون به هم برسه واسیم با هم مچ بندازیم ما قواعدش رو رعایت نمی‌کنیم نه دیگه اونا اصلا کوهنوردای حرفه‌ای ان ها حرفه‌ای بودن دیگه از بهترین های کاشون بودن دیگه از حرفه‌ای‌تر از هیمالیا نوردها که نمیشن تو ارتفاع 8000 متر میرن در حقیقت دارن میرن بازی میکنن با طبیعت بازی که غیر متعارفه شما ابعاد کوه رو ببینید همین یک دلایلی بود که می‌خواستم بگم با کبیر خیلی فرق می‌کنه یه همچین وزنه روی سطح پوسته زمین با اون همه برف و انرژی و اینها به شما اجازه میده شما اونو صعود بکنید میرید بالاش نگاه میکنید هوا میخورید و به سلامت شما رو بر میگردونه من فکر میکنم این یک عنایت از اون کوه چون اگه بدونید که در قرآن خداوند با کوه ها حرف میزنه همونطور که با ابرها و آسمان صحبت شده روی زمین با بیابان حرف زده نشده اما با کوه حرف زده شده شما با کوه ها حرف میزنی مهران بگه مهران با کوه حرف میزنی تو اکثر راهپیمایی فقط به خاطر همینه وقتی میرسی رو قله شما اسمشو میگی باش دیالوگ تمامش بله، شاهد تو میشن همینطوره شما با شاهد تو میشن آره میخوابیم صدای سنگریزه ها تو گوشه صدای باد حرف میزنه بعضی مدتی ادبیاتشو میگیرید مثل چی آخه خیلی موقع حرف زدن اصلا با زبان نیست یعنی شما یک ارتباط ما میگیم حرف زدن رو به ارتباط میگیریم یعنی یک ارتباط دو طرفه برقرار بشه که خب خیلی موقع ها مثلا همین برنامه اخیری که دارم عرض میکنم یه خط و رسم بود توی کوه چهارهزاری البرز مرکزی که روی قله فکر میکنم سرکچال بود قبل از قله به اسم سرکچال شب خوابیدیم ارتفاع حدودا 4000 متر بعد خب عادت داریم قبل از طلوع پا میشیم حالا نماز میخونیم و کارهای خودمون رو میکنیم و آماده میشیم برای عکاسی از طلوع یا مثلا به طلوع نگاه کردن که باد شدیدی میومد به قدری که نمیتونستیم از کیسه خواب چون چادر نبرده بودیم توی کیسه خواب خوابیدیم نمیتونستیم از کیسه خواب بلند شیم به خاطر باد و اینها همونطوری نشسته نمازمون رو خوندیم و اصلا دیگه کلافه شده بودیم یعنی صدای باد از یه حدی که میگذره آدم سرش ناعذیت میشه علاوه بر اینکه خب تو 4000 متر اصلا بدن میریزه به هم سردرد و حالت هوا اینا اتفاق میفته دیگه دست به دعا شدیم گفتیم خدایا ای کو یه دقیقه این بادو قطع کن ما بتونیم یه نگاهی بکنیم بلا فاصله باد میخواد خیلی عجیب بود که اصلا سکوتی حاکم شد نمیدونه به خاطر دعای خودش بوده یعنی باهاش حرف زده اون شنیده این توهمات در آدم زاییده میشه آخه این حرفتون جالبه ها یعنی این چیز که الان داره میگین تا الان رو زمین 1000 و 2 تا دعا میکنی ممکنه مستجاب بشه ممکنه مستجاب نشه و ما معتقدیم در اجابت نشدنش هم خیریتی هست در اتفاقاتی که میفته من امروز با یکی از رفیقام صحبت میکردم دقیقاً بحث همین بود گفتم من اینجوری بزرگ شدم حالا هر کسی یه جوری با یه اعتقاداتی بزرگ شده من معتقدم که هر اتفاقی توی زندگیت میفته یه فرصته یک فرصت برای اینکه تو خودت رو نشون بدی به خدات بگی آقا دل خداتو ببری حالا تو اتفاق بده
با نگاهی که تو داری صبوری کردنه با اتفاقات دیگه، تو اتفاق خوبه با نشون دادن استعدادت. میدونی یعنی هر اتفاقی میتونه دلبری تو باشه از خدای خودت. ولی این چیزی که تو الان داری میگی، میگی وای من دعا کردم و اون لحظه خوابید. من جون آرش جون من هستم. چرا الان پیش رفیقات تعریف میکنی، رفیقات نمیگن که مثلا بابا ما جوونا ممکنه خیلی چیزا رو به این راحتی باور نکنیم دیگه. خب آخه خیلی چیزا تعریف کردنی نیست، یعنی شاید اصلا این چیزا رو تعریف نکنیم. آره الان اینجا میپرسید یا جاش برای یه چیز بگم. من تو کبیر بگم مهران جان شما نیا کن، یه وقتی یه جایی به یه درجه میرسی که تمام دل یه دفعه خودشو میرزه بیرون، بعد انقدر اونجا نزدیک هستی به خدای خودت، به یک آن میشنوه چون خالصانه ازش خواستی، چون تو اون لحظه اینجا شما نزدیک نیستی؟ از اون دیگه نیست. الان شما نزدیک نیستی؟ استاد شهریار میگه کوه اگر چه تو خیلی دوره ولی تا بخوای به خدا نزدیک. خیلی به ادبیات اعتقاد داری تو این کوه. من همین الان اونجا هم گفتم من نمره هم همیشه زیر 15 تو ادبیات، نمیدونم چرا، ولی همیشه ریاضی 20 بود ولی ادبیاتم زیر 15. به خاطر همین رفتی مدیریت فرهنگی خوندی. مدیریت فرهنگی رشته بچهای انسانیه. من معلوم ببودم آخه اصلا نمیدونم، من حفظیاتم اصلا خوب نیست ولی چون اصلا نمیتونم یه جا بشینم. رشته دبیرستان چی بوده؟ ریاضی فیزیک. ریاضی بوده. من محمد 18 دیپلم گرفتم ولی نمیدونم چرا رفتم انسانی خوندم. خب خوبه برسد رشته انسانی هم قابل احترام. خب من تحصیل میکنم مثل شهریار. میگن اولین پرتو ماه و خورشید روی پیشانی کوه است پدید، کوه گر روشن و گر تاریک است، تا بخواهی به خدا نزدیک است. یه ضرب المثل با کوه آقا حمید شما بگین. همونطور که پاکتر از آن چه یافته ای رهایش کن، این بین کوه نوردان رایج. خب یه ضرب المثل دیگه شما بگو مهران. من به خدا دیگه این ساده است، ساده است، کوه به کوه نمیرسه، آدم به آدم میرسه. من گفتم ادبیاتم این ساده است. شما یه ضرب المثل دیگه گفتم نه دوباره سومی. آره کوها با هم اند و تنهایند همچون ما با همان تنهایم. سه ضرب المثل که ما نشیدیم. خیلی جالبه برشان ضرب المثل های جدیدی میشه. ایدی ما رو ذوق زده میکنن بچه ها، دست شما درد نکنه. میرین قله ببین یه بحثیه. سوال پرسیدم که میدید خیلی خوب بود. آخه من همین سوال نپرسیدم، میگه یه بحثیه. سوالش قبلا پرسیدی، گفتی که اونجا خدا نزدیک، اینجا خدا نزدیک نیست. جواب اونو میخوام بدم یه وقت شبه نشه. خوبه با دیلی برشته. آره ببین خدا فرقی نداره، خدا همیشه نزدیکه، این ماییم که دور و نزدیک میشیم. و توی کوه یا کلن توی اون انزوا و خلوتی که هست، ما فکرهای بجز خدا رو از خودمون دورتر میکنیم. تو نزدیکی و قلب من تمام راه و آرومه، داری نزدیکتر میشی، از اینجا کعبه معلومه. ببخشید باز من بپرسم تو کنداکتور برنامه سوال من هست حمید جان، اگر در نظر گرفتیم من سوال کنم. من این بحث کبیرم رو فقط ببندم. من خودم تو کبیر لذت بردم بسیار بسیار زیاد، حتی تو کبیر نمک و اتفاقات عجیب غریبی که افتاده تو ماسه ها. شما رفتی بالا این کوه های ماسه ای قلب بزنی؟ آره لمون خیلی لذت میدنی، یعنی همجور قلب میزنی یه پایین و بچه هم مثلا شما تا حالا رفتین روی ارتفاع 4000 متر 900 متر روی یخچال لیز بخوری با کوله پشتی بیای پایین میمیری؟ نه دیگه لیز بخوری با کلنگ میای پایین. من اشکام داشت یعنی این میترسیدی؟ ما یه بار از قله دماوند برمیگشتیم. خاطره خوب سری بگم جان، یکی از دوستانمون آقای شفیعی الان اینجا نیست، از قله دماوند برمیگشتیم. اگه برنامه بودیم که اگر اجازه بدین تو کنداکتور برنامه‌تون باشه بیا این برنامه رو ما ازش صحبت بکنیم، چون برای اولین بار در ایران اتفاق افتاده. باشه باشه حتما تو بخش بعدی صحبت کنیم. میخوام یه بخش ببینیم، یه پلی بک آماده است. آخر این برنامه روز آخر که دماوند صعود شده بود دیگه همه شاد و خوردم که این برنامه با موفقیت انجام شد. در حال فرود بودیم رو ارتفاع 5000 متر یه یخچالی هست به نام یخچال کافره که میره میخوره به قله دماوند تو تپه گوگدی، بعد میاد به یه جانپناهی، یه پناهگاهی به نام بارگاه سوم که معروف کوهنورد الان میدونن. که ما داشتیم با کلا این سر میخوردیم میمدیم یواشای پایین دیگه خسته بودیم از یه صعود 14-15 روزه که میمدیم پایین. من کلنگ نداشتم، با باتومم ترمز میگرفتم اصطلاحاً. خب. باتومو اینجوری چپ میگیرن روی یخچال سفت میکنن میان پایین.
یکی از دوستانم با همین کارو میکرد، یکی از بچه‌هام کلنگ داشت، خب کلنگ ابزاریه که نوکتیز و اینا کاملا مخصوص این کاره، برف و یخ و اینا. اون سریع‌تر سر خود رفت، انگاری که مثل یه ماشینی که ترمز خیلی خوبی داشته باشه، نمیترسه سر پایینی و گاز میده، ولی ما چون ترمزمون ناجور بود مجبور یواش بیم. این دوستمون هم که ذکر خیرش شد یادش گرامی بود، پشت سرمون میومد، اونم با باتون ترمز میکرد. اتفاق براش نیفتاد همون دیگه، اتفاق اینجا قراره، چون قبل برنامه یادش گرامی بود الان داره گوش میده که من همینجا با سرعت مثلا 7-8 کیلومتر ساعت سر میخوردم و ترمز میکنم، یهو دیدم یه وزنه مثلا 80-90 کیلویی پشت من اضافه شد، که دوستمون آقا مهران بود که دیگه خودشو به طور کل رها کرده بود، سوار من هم پشت شده بود. فقط میخندید اصلا. ما تو 5000 متر فرود میمدیم، حالا من با وزن من زیاد با کولی پشتیم دیگه نمیتونستم با باتومم ترمز کنم، دیگه باتومم کج شده بود کلا، که داد میزدم میگفتم پسر جان خودتو نگه دار مهران، این فقط میخندید اصلا گیج شده بود. تو همین گیرودار که ما با همدیگه سرکله میزدیم میبندیم پایین و با این دعا که فقط به برف سفت نخوریم، چون برف توی یخچال بعضی جاها شله بعضی جاها زیر ساختش سفته، اگر به سفت بخوریم غیر از کلنگ هیچ چیزی دیگه نگه نمید. تو همین گیرودار بودیم که دیدیم این دوستمون از بغلمون اول یه چند تا باتون با سرعت رد شد، بعد خودش با سرعت تقریبا 22 کیلومتر در ساعت نمیتونست ترمز بکنه و حرکت میکرد و میرفت، که دیگه ما از شدت بهت این قضیه خودمون رو جمع جور کردیم، فقط دعا کردیم، چون پایین تر توی یخچال صخره ها بیرون اومده بودن، که این بنده خدا به یک تپه برفی خورد و بلند شد رو هوا، توی 5000 متر خورد توی یخچال و ایستاد، که اگر چه شد چی هیچی دیگه، تا تقریبا 10 دقیقه یه رو پاره کوله پشتش با کوله پشتی خورده شانس آفر 10 دقیقه یه رو حرف نمیزد از شدت وحشت که بهش بریم برسیم و اینا، چون خیلی ترسناک که لیز خوردن یا پرت شدن توی کو یادش گرم.